اینا جنگ نرمه. New information this noon in the hack on HBO network. فضای سایبری یه فضای مناسبی برای جنگ کردن هست. The broader threat posed by cyber actors affiliated with the government of Iran who have actively targeted victims in the United States. همش که در جنگ نرم در موضع دفاع نباید انسان قرار بگیره. در موضع تهاجم باید قرار بگیره. این تهاجمه. دوازده مرداد 1400، بیمارستان 395 تختی کودکان بوستون هدف حملات سایبری قرار گرفته است. کارهای روزانه بیمارستان مختل شده و جان کودکان بیمار به خطر افتاده. هدف هکرها ظاهراً باجگیری است. بیتکوین در ازای توقف حملات. بیمارستان کودکان بوستون تنها هدف حمله سایبری نیست. طی سالهای 2020 و 2021 هکرها با حمله به ده‌ها مؤسسه و نهاد عمومی و خصوصی میلیون‌ها دلار اخاذی کردند. بیمارستان‌ها، مدارس، گرمخانه‌ها، خانه‌های امن زنان شهرداری‌های کوچک، شرکت‌های تأمین‌کننده برق، دفاتر حمل و نقل، پیمانکاران ساختمانی، شرکت‌های بازنشستگی و ده‌ها هدف دیگر در آمریکا و کشورهای دیگر. اسناد و شواهد نشان می‌دهند بسیاری از این حملات از داخل ایران سازماندهی شدند. اما این هکرها کیستند و هدف آنها از این حملات چیست؟ من که گفتم شما افسر جنگ نرمید، خب اینا لازمه افسری جنگ نرمه. همش که در جنگ نرم در موضع دفاع نباید انسان قرار بگیره. در موضع تهاجم باید قرار بگیره. این تهاجمه. مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند جنبه‌های ایدئولوژیک فعالیت ارتش‌های سایبری و هکرهای حکومتی را پررنگ نشان دهند. صرف نظر از انگیزه‌های احتمالی سیاسی و امنیتی، شواهد و قرائن از اشتهای زیاد هکرهای حکومتی برای باجگیری دیجیتال حکایت دارند. بخش عمده‌ای از اهداف ارتش سایبری جمهوری اسلامی، تأسیسات عمومی، دانشگاه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات کوچک و آسیب‌پذیری‌اند که اهدافی ساده به نظر می‌رسند. Three Iranian citizens are now charged in a series of cyber attacks across the United States, including one that targeted Boston Children's Hospital last summer. 23 شهریور 1401، 13 ماه بعد از حمله هکرها به بیمارستان کودکان بوستون، رئیس پلیس فدرال آمریکا اعلام می‌کند 3 ایرانی تحت حمایت حکومت ایران هدایت حملات را بر عهده داشتند. منصور عماری، احمد کتیبی اگدا، Amir Hussein Nikain Rawari engaged in a pattern of hacking, cyber theft and extortion, largely for personal gain. منصور احمدی، احمد خطیبی اغدا و امیر حسین نیکائین راوری، هکرهایی که پلیس آمریکا برای هر کدام از آنها تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین می‌کند. به جز این 3 نفر، دولت آمریکا 7 فرد و 2 شرکت دیگر را به اتهام حملات سایبری تحت تعقیب قرار می‌دهد و به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه می‌کند. اتهام همه این افراد حمله و باجگیری از تأسیسات عمومی و زیرساخت‌های ایالات متحده است. اقدامی که ارزیابی‌های تخصصی شرکت‌های بزرگ و معتبری مانند گوگل، مایکروسافت و متا نشان می‌دهد به صورت سازمان یافته زیر نظر حکومت جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی و انجام شده‌اند. این گروه هکری بیشتر با نام بچه گربه ملوس شناخته می‌شود. اگرچه پیشتر به اسامی مستعار دیگری نیز نامگذاری شده. حالا اما هویت واقعی بچه گربه های ملوس آشکار شده است. گروهی که طبق ارزیابی های مشترک نهادهای امنیتی کشورهای غربی، بخشی از ارتش سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محسوب می شوند. فیشینگ یا حملات گردابی روش محبوب و تخصص گروه هکری بچه گربه ملوس است. آنها با روش‌های پیچیده اهداف خود را شناسایی می‌کنند، سپس با جعل هویت، شبیه‌سازی وبسایت‌ها و سامانه‌ها یا نصب بدافزارها روی برنامه‌های آنلاین قربانیان را به دام می‌اندازند.
یکی از مشهورترین حملات این گروه هکری، هک شبکه HBO در سال 1396 و باج‌خواهی برای پخش نکردن قسمت‌های منتشر نشده سریال بازی تاج و تخت است. یکی دیگر از حملات مشهور این گروه هکری در سال 1400 جعل هویت یک پژوهشگر خارجی و نفوذ به یکی از سایت‌های وابسته به دانشکده مطالعات شرقی آفریقایی دانشگاه لندن برای به دام انداختن گروهی از پژوهشگران و دانشمندان خارجی است. بچه گربه های ملوس در کنار باجگیری گاهی مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی را در خارج از ایران نیز هدف قرار می دهند. آنها تلاش می کنند با استفاده از ایمیل های جعلی، اشتراک گذاری لینک های آلوده و نیز جعل هویت فعالان اجتماعی و سیاسی قربانیان خود را به دام بیاندازند. یکی از نمونه این فعالیت ها اکانت سایبری موسوم به سارا شکوهی در توییتر است که تا مدت ها با معرفی خود با عنوان جعلیه محقق شورای آتلانتیک توانست اعتماد برخی از منتقدان و مخالفان حکومت را جلب کند. وابستگی این حساب کاربری به بچه گربه ملوس اسفند 1401 فاش شد. The advisory highlights the broader threat posed by cyber actors affiliated with the government of Iran who have actively targeted victims in the United States, including critical infrastructure. مقام‌های آمریکا می‌گویند هکرهای ایرانی با نهادهای حکومتی ارتباط دارند. سخنگویان جمهوری اسلامی اما مسئولیت ارتباط با هکرها را نمی‌پذیرند. با این همه دلایل منطقی و محکمی برای ارتباط سازمان یافته هکرها با حکومت جمهوری اسلامی وجود دارد. مهمترین دلیل الگوی مشابه حملات است. آنها همیشه از کدها، ابزارها، بدافزارها و باج‌افزارها و به طور کلی روش‌های مشابهی برای حمله به اهداف خود استفاده می‌کنند که پیشتر از سوی نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی برای حمله به کشورهای دیگر استفاده می شدند. فراتر از این، با جستجو در منابع عمومی می توان به شواهد بیشتری دست پیدا کرد که از همکاری، ارتباط و مشارکت این افراد در پروژه ها و طرح‌های کلان جمهوری اسلامی حکایت دارند. به عنوان نمونه می توان به سوابق و فعالیت‌های منصور احمدی، یکی از سه هکر معرفی شده از سوی پلیس آمریکا اشاره کرد. احمدی مدیر عامل شرکت ناجی تکنولوژی هوشمند فاتر است. این شرکت اردیبهشت ماه 98 با شرح خدمات طراحی، نصب، نگهداری، خرید و فروش و تولید، واردات و صادرات سیستم‌های نرم افزاری و سخت افزاری آی‌تی و الکترونیکی در کرج تأسیس شده. شرکتی که در آگهی‌های استخدامیش داشتن سابقه فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی را یکی از شرایط استخدام معرفی می‌کند. احمدی اما به جز این شرکت با واسطه به یک شرکت دیگر وصل است. گروه توسعه فناوری‌های هوشمند کیان ایرانیان، مالک پیام‌رسان ایرانی آیگپ که در لایه محتوا و خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت ملی فعالیت می‌کند. حساس ترین پروژه حکومت در حوزه اینترنت که زیر نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی با مدیریت شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات پیگیری و اجرا می شود. ابعاد دقیق همکاری و مداخله منصور احمدی و سایر هکرهای مهاجم با این پروژه‌های حساس امنیتی کاملا مشخص نیست. اما همین اطلاعات موجود هم برای اثبات وجود روابط سازمان یافته مالی و اداری حکومت جمهوری اسلامی با عوامل حمله به بیمارستان‌ها و تأسیسات عمومی کشورهای غربی کافی به نظر می‌رسد. اعلام کردن فضای سایبر فضای پنجم جنگه. یعنی بعد از زمین و دریا و هوا و فضا، فضای سایبری یه فضای مناسبی برای جنگ کردن هست. جنگ بین کشورها. سالهاست نهادهای تبلیغاتی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تصاویری حماسی از فعالیت‌های سایبری نهادهای نظامی و امنیتی ارائه کنند، تصاویری که در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی
به شکلی اغراق شده برتری و اشراف سایبری حکومت ایران را نسبت به رقبای منطقه‌ای و حتی قدرت‌های بزرگ ترسیم می‌کنند. در واقعیت اما معلوم نیست دستاوردهای واقعی فعالیت‌های ارتش سایبری در چه سطحی است. به عبارت دیگر آیا همان چیزهایی است که در اخبار و گزارش‌های رسمی به تصویر کشیده می‌شوند یا در بهترین حالت در حد باجگیری از بیمارستان‌ها، مدارس، گرمخانه‌ها، مؤسسات بازنشستگی، شرکت‌های خصوصی کوچک و دانشگاه‌ها یا نهایتاً دامگذاری برای روزنامه‌نگاران، دانشمندان، پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی است؟ با بررسیه که انجام دادیم رد اون اپ رو توی لندن زدیم، رسیدیم به یه آیدی توی ایران، روی اون آیدی سوار شدیم، رسیدیم به اپراتوری که از اینترنتش استفاده کرده، بعد مطمئن شدیم تو همون محدوده‌ای بوده که شما عملیات میکردیم. بابا دمت گرم، تو چی میخوره انقدر کلت خوب کار میکنه؟ کلمایی.